نامه خیلی دقیق و حرفه‌ای درست شد. چطور میتونه جعلی باشه؟ قبل از من بچهای بخش کامپیوتر دیدنش، خوندن، از روش پرینت گرفتن. دقیقاً منطبق بر نامه‌هایی بوده که همیشه به دست اون می‌رسیده. من لازمه با شهاب هاشمی حرف بزنم. متأسفانه شهاب هاشمی الان زندان نیستش. نیست؟ یعنی چی؟ همون روز که شما اومده بودید با شهاب هاشمی صحبت کنید، توی یه درگیری که هنوز علت و عاملش مشخص نشده، به شدت از ناحیه سر آسیب دید و الان توی بیمارستان. هیچ کس به اندازه این نمیتونه حرکت بعدی کامران رو حدس بزنه. پس اگه اینطوری که شما میگین، کامران خودش خوب میدونه که شهاب میتونه با دادن اطلاعات به اون توی دردسر بندازه. برای همینم هر آن احتمال داره بیاد سر وقتش. من کمکش کردم که فرار کنه. تو کمکش کردی؟ چه ساعتی بود؟ قرار بود سر ساعت 11 و نیم کار رو انجام بدم. CPU، هارد، کارت گرافیک، رم، از هر کدوم یه قطعه برداشته شده و حتما یه جای دیگه یه کامپیوتر کامل سر هم شد. بله، بساط کامپیوترش اینجا پهن کرده. شهاب با همین وسیله زده. شک ندارم این خونه شهاب هاشمیه. با چاپ این عکس عملا داریم بهش میدیم چقدر برامون اهمیت داره و داریم کاری میکنیم که چهره و هویتش رو تغییر بده. درست. ما الان باید دنبال یه جمشید کاظمی بگردیم با چهره و هویت تازه. ما تو زندان یه میله پیدا کردیم که به نظر کارشناسامون 2 سال وقت میبره که یه نفر با یه سوهان کوچیک بتونه اونو ببره و اون این کارو کرده. جمشید کاظمی. چی شد؟ بالاخره اعدامش کردن یا نه؟ نه، اعدام نشد. دیروز با یه ترفنده عجیبه از زندان فرار کرده. چی؟ اون از زندان فرار کرده؟ عجب خونه ایه. بابک، سیستما رو دیدی؟ نه، این تماشه میرم ببینم. راجب استخدام ما صحبت نکردی؟ این بابا بد مشکوک میزنه ها. میگم تا دو درمو نکرده، باید سر کلنگ رو تو دیوارش گیر بدیم. تو کارو میسپاری به من، دیگه خیالت راحت باشه. خودم ردیفش میکنم. اون وقت. سلام آقا کامران، من در میبندم. سلام آقا. مشکلی پیش اومده؟
یه زخم قدیمی دهن باز کرد. سیستم عامل دستگاه تو عوض کردی؟ نرم افزارایی رو که گفتی رو که همه رو نصب کردم. اینم داره تموم میشه دیگه، آخرشه. منتظر دستور بعدیم. کار تموم شد، یه اسکای گرابر هم نصب کن. اصلا فکر کنم ورژن آخرشو دارم. ایمان دیدی عکسشو تو روزنامه چاپ کردن؟ خوبه ببینم. اینا نوشته زندانی فراری جمشید کاظمی معروف به کامران بوریایی. خطرناک و احتمالاً مسلح. احتمالاً مسلح. جالبه نه؟ میگم به نظر تو خودش همین عکسو دیده؟ بابا کینو دیده که خریده. از پلیس هم دیگه دنباله.
این دی بی بی رو نصب کن. شیرینگ لنم واسه باز کردن کانال اوکی کن. فقط روی NSS باشم دیگه نه؟ دیگری 7 ایست اسپان وی 1072 آل رو پی آی دی و مک آدرس های عمومی. مک آدرس های عمومی چش. فقط روزنامه رو دیدین؟ آره باشی امنیتمون تمام شد. فکر نمی کردم اینقدر زود بفهمن. ولی من منتظر بودم. بله بفرمایید. الو الو صدا نمیاد. کتایو توی خاله؟ الو صدا نمیاد. خب من این فایل اوکی شده رو کجا ذخیره کنم؟ اوکی یا این کامپلیت ها همه روی هارده 4 ترابایت. فایل های تپ هم اوتومات پاک شد. بله. دیتا ریت و ترافیکمون چقدره؟ دیتا ریتمون حدوداً 1 مگ بر ثانیه از ترافیکمون 9 گیگه. سلام خوش آمدید. چی بدن خدمت؟ ممنونم. من سروان اشتیاق هستم از پلیس تهران. یه لحظه. آقا میسا. این فیش مال شماست؟ نمیدونم. گمونم مال ما باشه. خوبه. میتونی بفهمی کی صادر شده؟ ساعت 5 اینجاش نوشته. منظورم تاریخشه. اون نه جناب سروان. اینا تاریخ و قیمتشون زیرشون چاپ میشه. مثل این یکی. چجوری میشه فهمید مال کی بوده؟ فکر کنم مال 3 روز پیشه. چهارشنبه یا پنجشنبه. از کجا میگی؟ والا این دستگاه ما یکم ادا داره. وقتی به تر رول میرسه این خط بنفش میفته روش. ولی جناب مدیر عامل تصریح دادن که تا آخرش رو مصرف کنیم. وقتی تا آخر رول میرسه گوشه کاغذ یکم جمع میشه. این مال آخر رول قبلیه. خب شاید مال 3 ماه پیش بوده. نه ما این دستگاه رو 3 هفته است که خریدیم. و چند تا رول کاغذ عوض کردی؟ اینی که الان توی دستگاه پنجمیه. خب این شاید مال اولی باشه یا شاید هم دومی. نه جناب سمون، وقتی ما دستگاه رو خریدیم توی جعبه‌اش 3 تا رول داشت. کاغذ اون از این خیلی نازک‌تر بود. وقتی اونا تموم شد دیگه نتونستیم از اون پیدا کنیم. این مال آخر رول قبلیه. بسیار خوب. دیگه چی؟ دیگه اینکه این غذا رو ما برای مشتری نفرستادیم. همینجا تحویل گرفتن. جدن؟ از کجا فهمیدی؟ به خاطر اینکه وقتی ما غذا رو برای مشتری می‌فرستیم کاغذ رو به پاکت منگنه می‌کنیم. ولی فیش شما سوراخ نداره. آفرین. فیلم پلیسی زیاد نگاه می‌کنی. هی، گاهی دقتت خیلی بالاست، باید پلیس میشدی. این عکس میشناسی؟ نمیدونم، ولی فکر نمیکنم تا حالا دیده باشمش. متشکرم. خدا نگهدار. یه سوال، چه ساعتی رول کاغذ رو عوض کردی؟ تقریبا سر شب بود، نزدیکای 6 عصر. 6 عصر، ممنون.
چیکار داری میکنی؟ سلام، دارم موقعیت رو بررسی میکنم. سلام، خسته نباشی. خب؟ فکر میکنم یه ماشین سرمه‌ای شاسی بلند داشته. از کجا اینو میگی؟ ببین، موقع رفت آمد به خونه به این درگیر کرده، یه قسمت رنگش سابیده شد. به خاطر ارتفاع این رنگ تا زمین میگی که شاسی بلند بوده؟ دقیقا. فیش رستوران چی شد؟ فیش متعلق به یه رستوران تو خیابون هفتمه که پیش از ساعت 6 عصر 2 یا 3 روز پیش صادر شده. مشتری هم حضوری رفته، غذا رو گرفته. خیلی خوب. پس ما باید دست کم دنبال یه نفر باشیم که برای نهار به اون رستوران مراجعه کرده. البته یه ماشین شاسی بلند سرمه‌ای هم داشتن که رنگ سمت چپ درش ریخته. اون اسبو ولش کن برو کنار. من با کسی شوخی ندارم. فکر میکنی نمیتونم شلیک کنم؟ وقتی اون گراز مزاحم از فاصله 100 متری تونستی بزنی، زدن من از این فاصله برات کاری نداره. تو این حرف رو از کجا شنیدی؟ نشنیدم. اینا رو با چشای خودم دیدم. زنمو هم زنموهای قدیم. جمشید، فکر نمی‌کردم دوباره ببینمت. حبیب گفت دیگه هیچ وقت بر نمی‌گرده ایران. کارم که اونجا تموم شد دیگه دلیلی نداشت بمونم. هیچ جا بدتر نمیشه زنم. خیلی خوشحالم می‌بینمت. خوش اومدی. خیلی دلم می‌خواد عمو رو غافل گیر کنم. عوض کردم مثل اون موقع سوار شبدیستی هم برم بالای تپه. ببینم عمو از سواری میتونه منو بشناسه.
حبیب دیگه نمیتونه سواری تو ببینه. عمود تقریبا 2 سال پیش مرد. چطور اتفاق افتاد؟ این 7-8 سال گذشته دیگه از کاراش سر در نمی آوردن. سالی 1-2 مرتبه می اومد به همون سر می زد، اونم شبونه و بیخبر. یه روزی خبر رو بردن که تو دفترش کشته شد. بهوش اومدی؟ سلام. سلام. خب دیگه به هوش اومدی. سلام. چطور ازم؟ حالت چطوره؟ بهتری؟ چشماتو باز کن. باز 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 بالا نگاه کن. بالا بالا بالا. حالا یکی بالا 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 نگاه کن. کجا؟ تو بیمارستان. شما تو حالت بیهوشی آوردن اینجا. اگه زخمت خونریزی نمی‌کرد حسابی می‌افتادی تو دردسر. خوشبختانه آسیب مغزی جدی ندیدی و حالت خوب میشه. زیاد نگران نباش. تشنه. خانم ترسه یه مقدار آب بش بدی. بله. خیلی کم. بله. خب ببینم درد داری؟ چشام تار میبینه. طبیعیه. به خودت زیاد فشار نیار. سعی کن استراحت کنی تا هر چه زودتر خوب بشی. ببینید خانم، سوپ رقیق و مایعات ممنوعیت غذایی نداره. هر چیزی که بتونه فرو بده میتونه بخوره. براش مشکل نداره. داروهاش هم یه نوبت کم کردن. مستکن خوراکیش حذف میشه. در صورت درد مستکن فقط به صورت عضلانی. حتما. اینجا براتون کاملا توضیح دادم، بعد بخونید. چشم. حتما. خب عزیزم دیگه سعی کن گردنت زیاد تکون ندی تا فردا. یه سی تی اسکن مغزی برات می‌نویسم. هر وقت جوابش اومد من راجع به تصمیم می‌گیرم. خداحافظ. نمی‌ترسی؟ هنوز با ایده کرونر بارا میای؟ ترس. خوشحالم زنده میبینم. شهده بودم گرفتار شدی. کجایی؟ نمیتونم بگم. به من؟ ارتباطا مختل شده. اطلاعات چند وقتی خوب تبادل نمیشه. من که هر روز بین ساعت 10 تا 2 تبادل اطلاعات شبکه رو میتونم ببینم. فقط میبینی یا دیکودم میکنی؟ چیکار میکنی؟
هنوز مشغول خوش خدمتی هستی؟ میدونی هوا خیلی خرابه، باید توجهشون جلب کرد. آره میدونی، اون تا هر کسی واسه این کار روش خاص خودشو داره. لعنتی، همیشه همین بود. کد جدید گرفتی؟ هنوز نه، انگار خبرهای جدید به تو هم نمیرسه. من دیگه باید برم. سپر همومم جز به لیست حذفی بود یا نه؟ الان نمیتونم حرف بزنم. هر کس خط قرمز رد بشه براشون فرقی نمیکنه. کوچک بزرگ نداره. هر ویروسی عمر مفیدی داره. حتی ویروسی مثل تو. لعنتی. تو چی میدونی؟ باید برم. وقتم تمومه. سپر بعد از نزدیک ببینم. زود برم. فرضیت چیکار کردی اشتیاق؟ دارم روش کار میکنم جانم سرگرد. تا شب گزارش کامل میدم خدمت. بسیار. عطا چه خبر؟ هیچی، همه چیز رو روال قربان. بخشنامه اسمف صرافا و طلا فروشا که داره عمل میشه، منم دارم رو بقیه حوزه اقتصادی کار میکنم. آره خوبه. خوبه. دیگه روی میتونی ردی ازش پیدا کنی. غلامی تقوی چیکار کردی؟ قربان گردش پول تو بازار ارز و طلا خیلی سنگینه. فکر کنم باید برای سرعت بخشیدن به صدور مجوز از واحدهای دیگه هم کمک بگیریم. نذارین تقاضا دیر به نتیجه برسه. حداکثر 24 ساعت. قربان بررسی اوقات خریدارها زمان می‌بره. کمک بگیریم. کمک بگیریم کار سریع‌تر انجام بشه دیگه. جناب سرگرد ببخشید. از بیمارستان تماس گرفتن. مثلا اینکه شهاب هاشمی به هوش اومده. بسیار خوب. شما خودت با یکی از همکارا برو بیمارستان ببین چطوره. وضعیتش هم از دکترش جویا شو ببین کی میتونه بازجویی بشه. بله چشم حتما با اجازه. چیزی شده جناب سرگرد؟ یکی فرستاده برای سیروان LCD ببره. یکی دیگه به عنوان مامور اطلاعات تحویلش گرفته. اینا یه نفر بودن. دارم فکر می‌کنم الان چند تا آدم داره. انجامش دادم خیالتون راحت باشه. من میتونم یه سوال بپرسم؟ بپرس. این بابک راجب وضعیتش سوال میکنه، چی بهش بگم؟ تو که وعده‌ای بهش ندادی. من؟ نه من چیکارم؟ تو نمیخواد چیزی بگی. خودم به وقت شرایط براش توضیح. به جای این حرفا بشین مراکزی که گردش مالی سالانشون بالای 800 میلیارد در بیار. اون که معلومه، شرکت نفت، گاز، پتروشیمی. اطلاعات دوره دبیرستان تو خواستن؟ من موندم شما چجوری با یه لیوان شیر سیر میشین؟ سیرتون میکنه آقا؟ هدف همیشه سیر شدن نیست، همین که گرسنه نباشی کافی. میخواستم یه چیزی بگم آقا کامران، نمیدونم بگم نگم. راستش روم نمیشه. یه چند باری با ایمان صحبت کردم، گفتم که بهتون بگه. اینه که الان میخواستم بهم گفت. چیزو میگم آقا، اینی که استخدامم کنیم. باید خودتو نشون بدی. چجوری آقا کامران؟ شما عکس بده جنازه تبدیل بگیر. عکس نه، فیلم. از نقاط مهم تهران فیلم بگیر. نقاط مهم یعنی کجا؟ شما یه فه بده تا من فرزادشو برم.
گرفتم آقا، حله. از هرچی نقاط مهم و نیمه مهم تهران که فکرشو بکنی واسه تون فیلم میگیرم. فقط با چه دوربین آقا کامران؟ هندیکی هم خوبه؟ فقط خودتو گیر ننداز. رو چشم آقا، خیالتون راحت باشه. عمرن بذارم کسی بفهمه دارم چی کار میکنم. جاسوسی جاسوسی. بفرمایید آقا، اینم لیستی که خواسته بودی، جامع و کامل. بخون. صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و... نره که قبلن هم گفتی، زمان زیاد میبر. سازمان بورس و اوراق بهادار. بورس. نمیشه رفت تو؟ نه، مردم عادی طبقه بالا هستن، اینجا سالن کارگزار هست. آه، البته خبرنگارم، خبرنگار روزنامه اقتصادی. واسه مصاحبه قبلا باید هماهنگ میشه. هماهنگ برای مصاحبه؟ بله هماهنگ میکنه. نه الان من میخوام یه گزارش عمومی بگیرم، خیلی بی سر صدا از این استقبال و اشتیاق مردم. اصلا خیلی آروم که مدام همکارانش. بله خیلی آروم. سلام عرض میکنم. سلام عرض میکنم. خیلی ممنون. من ابراهیمی هستم از روزنامه اقتصاد فردا. خواستم یک گپی با شما بزنم. ببخشید خیلی گرفتم. گپ راجع به چی؟ زیاد وقتتون رو نمیگیرم. من میخوام یه مقاله تحلیلی درباره وضعیت بورس ایران بنویسم. اینی که میخوام شما لطف کنید یه اطلاعاتی راجع به نحوه سرمایه گذاری تو بورس به من بدید. بحثی نیست، خیلی هم خوبه، ولی اجازه بدیم برای یه وقت مناسب. آقا امشب چطور؟ والا آخه حقیقتش با اینکه من سالیان ساله در زمینه اقتصاد قلم میزنم، اما هیچ اطلاعاتی راجع به بورس ندارم. اینی که میخوام از شما سوء استفاده کنم. قربان خیلی لطف کردی، تشریف آوردی. خیلی ممنونم، منم از آشنایتون خیلی خوشحال شدم. اوندیان مطلبی که میگم مورد استفاده گزارشتون قرار بگیره. خیلی سپاسگزارم. ببینم شما فقط سالاد میخورید. عرض کنم خدمتتون بنده کلسترول LDL
HDL. خلاصه هرچی تو خونم هست بالاست. از قرار تو زندگی من تنها چیزی که پایینه موجودی حساب بانکیم. پس شما رژیم دارین ها؟ میشه گفت من این ضبط رو به شما نزدیکتر کنم؟ میفرمودید؟ بله، داشتم عرض میکردم که حداقل سرمایه مورد نیاز شرکت ها برای پذیرش در بورس باید 10 میلیارد تومان بشه. البته میزان سوداوری این شرکت ها باید خیلی بیشتر از نرخ سود اوراق مشارکتشون باشه. خب چه افرادی میتونن سهام این شرکت ها رو بخرن؟ اگه قضا بخوریم میگم. همه یه افراد حقیقی و حقوقی که امکان تجارت تو ایران داشته باشن میتونن تو بورس هم فعالیت بکنن. البته اگه خریدار بخواد معامله کلان انجام بده، هویت و مشخصاتش بررسی میشه. اگر که مشکلی نداشته باشه معامله انجام میشه. سوال آخر، شرکت خارجی برای سرمایه گذاری تو بورس چه محدودیتایی دارن؟ اصلا محدودیتی ندارن. حتی تشویقشون هم میکنن که این سرمایه گذاری انجام بشه. اصلا از معافیت‌های مالیاتی خیلی برخوردار هستن و خلاصه خیلی مزایا براشون قائل هستن. فقط باید مدارکشون تایید بشه. خیلی عالی. من دیگه مزاحمتون نمیشم، غذاتون رو میل کنم. شما میل کنین دیگه، فقط سالاد نخورین. هم جواری شما برای بنده کافی. خیلی دوست. سلام، خوش خبر باشید. اینجا چی شده؟ نمیدونم. شاید این بچه مچه ها تو کوچه برداشتن خط کشیده. شاید هم به جای گیر کرده. شاید. اگه موقعی رفت آمد به در اون خونه گیر کرده باشه، بعد از ما پلیس ریخته اونجا. کارشناسای پلیس سانت به سانت اون خونه و محله رو بررسی کردن. کافیه یه تیکه از رنگ اینو پیدا کرده باشه. تمومه. او یعنی اینو انقدر دقیق راه میافتن دنبال؟ یه خط افتاده بالای در. فکر می‌کنی واسه پلیس پیدا کردن یه ماشین شاسی بلند سرمه‌ای که یه خط بالای در سمت چپش افتاده کار سختیه؟ این ماشین دیگه از اینجا تکون نمیخوره. آقا میدم فردا عوضش کنم. تمیز پلاکش رو چیکار میکنی؟